سلام به همه شما مخاطبین و همراهان رادیو آفساید که دارین این قسمت ما رو از طریق کانال یوتیوبمون میبینین و یا از طریق اپلیکیشن کست باکس و بقیه اپهای پادگیر بهش گوش میدین. من سینا هستم و چند روز قبل از نوروز 1400 یه مهمون خیلی عزیز دارم که میخوام باشه گپ و گفت خودمونی داشته باشیم. مهمون قسمتمون نیاز به هیچ توضیح و معرفی و مقدمه‌ای نداره. تیم رادیو آفساید امروز افتخار اینو داره که در خدمت مدافع مرکزی تیم شنزن چین و تیم ملی فوتبال ایران باشه، یعنی مرتضی پورعلی گنجی عزیز. سلام مرتضی جان، سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو قبول کردی و خیلی خوش اومدی به برنامه ما. آقا سینا عزیز سلام، امیدوارم که حال دلتون خوش باشه، انشالله که سلامت باشی. من در خدمت شما هستم و سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان و بینندگان عزیز. سلامت باشی، لطف داری. خب حالا روز چطوره؟ وضعیت پیش فصلتون توی چین چطوره؟ والا وضعیت که یه ذره طولانی مدت شده، ولی خب همه چی تا دو سه روز پیش خیلی خوب بود، ولی خب به هر حال بعد پنجمین بازی دوستانه که داشتیم یه مسئولیت کوچیک برای من پیش اومد که فعلا یه ذره وضعیتم خوب نیست، ولی کلا در مجموع وضعیت عالیه و اینجا فکر میکنم بحث کرونا هم که خیلی کنترل شده میره جلو و به قولی راحت نفس میکشیم، میریم سر تمرین، برمیگردیم خونه، زندگی عادی رو داریم و دیگه باید ببینیم بازی ها کی شروع میشه که انشالله بتونیم فصل خوبی داشته باشیم. کی شروع میشه بازی؟ یک ماه دیگه است درسته؟ والا بازی ها که فکر میکنم دقیقا اگر اشتباه نکنم 20 اپریل شروع میشه، فکر میکنم یه ماه و یه 7-8 روز دیگه مونده. درسته. حالا مصونیت در چه حال روزیه؟ امیدواریم ریکاوریش طولانی نشه. مصونیت جدی الحمدلله نبوده، یه مصونیتی پیش اومد، فکر کنم 2 هفته‌ای خوب میشم انشالله بتونم با تیم تمرین بکنم. 3 هفته‌ای یه مصونیت مچ برای من پیش اومده که لیگامنت پا میذاره گرید 3 کش اومده، یعنی استرچ باز شده این عضلاتش که انشالله بتونیم با درمون درستش کنیم به امید خدا. احتمالاً حالا الان رفتی از اون موقع چین، خیلی هم هر روز سوال میپرسن ازت راجع به اینکه اوضاع کرونا چجوریه، شاید همه تعجب کردن تو این بازه رفتی، ولی به نظر میرسه امن‌ترین جا فعلا. دقیقاً من حالا دوست رفیقایی که حالا از قبل حالا پیدا کردم، سال 2015 که اومده بودم تیانجین از اونا سوال کردم. من 2-3 ماه این پیشنهادی که اومده بود رو با تحقیق و بررسی و اطلاعات از بچه‌ها سوال کردم که وضعیت چین چی جوریه، شهرش چی جوریه، که دیگه کلی سوال کردم. حقیقتش یه ذره ترسناک بود دادم بخواد تو این شرایط، تو این وضعیت کرونا مثلا جابجایی بزرگی داشته باشه. اینه که به قولی همه چی رو به جون خریدیم و الحمدلله ته قضیه به نظر من کار درستی کردم، جابجا شدم، هم از نظر حالا فوتبالی، هم از نظر یادگیری خودم، هم از نظر چالش جدید و هم از نظر بحث کرونا که فکر میکنم امن‌ترین جای دنیا الان چین باشه و خیلی هم خوشحالم که اینجا. خب فکر کنم حالا اگه که الان موضوع خوبیه که راجبش صحبت کنیم که شما که وقتی رفتی یوپن و حالا با توجه به اون مصاحبه‌هایی که من ازت خوندم و دیدم، دفعه اولی که رفتی چی خب اولین تجربت بود خارج از کشور و اینجور که تعریف میکردی تجربه خیلی ساده‌ای هم نبود، بالاخره اولین تجربه خارج از کشوره، شاید خیلی ایرانی هم نبوده تو اون شهری که رفتی. ولی خب بعد از یوپن که برگشتی قطر، توی مصاحبه هم که ما با آقای هاشمی داشتیم خب دلایل اون انتقال رو گفتن که حالا می‌خواستی شاید نزدیک ایران باشی توی اون بازه و به العربی رفتی، ولی اینکه دوباره برگشتی چین شاید خب برای همه یه مقدار عجیب بود این داستان. ولی خب چه مزایایی داشت نسبت به اینکه تو قطر میموندی که این تصمیم رو گرفتی؟ برگشتنم به چین رو میگی شما؟ درسته. بله ببینید کلن هر کسی توی زندگیش یه هدفهایی داره و منم حقیقتا دوست داشتم حالا بعد جام جهانی تصمیم بهتری بگیرم، شاید حالا زیادی وایستادم به خاطر مثلا پیشنهادهای خوب، اون پیشنهادهایی که داشتم رو از دست دادم. حالا نمیتونم این قضیه رو گردن کسی بندازم، تقصیرکار، یعنی نمیتونستم بگم آقا کسی مقصر قضیه است، ولی از این بابت که من 2.5 سال توی السعد بودم، دوباره رفتم حالا بلژیک، بعد دوباره برگشتم
قطر به خاطر این بوده که وقتی دو سال نیم تو قطر بودم احساس کردم که باید یه ذره جابجا بشم، چیزای جدید یاد بگیرم، شاید میتونستم بیشتر پیشرفت کنم. اون تایم احساس کردم که میتونم بیشتر یاد بگیرم، میتونم بیشتر پیشرفت کنم، به خاطر همین رفتم بلژیک. رفتنم به بلژیک و تیمی که حالا من رفتم، حالا نسبتاً با اون چیزی که من فکر میکردم یه ذره فرق داره. یعنی احساس میکردم جایی که دارم میرم میتونه به پیشرفتم اضافه کنه واسه بازیکن 27 ساله، که دیگه توی 6 ماه من متوجه شدم که جایی که من هستم واسه بازیکنای جوون میتونه خوب باشه. یوپن مثلا بازیکن جوون رو میتونه خوب تربیت کنه، به تیمای بزرگ بفروشه، نه بازیکنی که مثلا 27 سال است حالا 3 سال اونجا بمونه یا 2 سال اونجا بمونه بشه مثلا 29 ساله بعدش حالا برای یه تیم دیگه. ذره سخت میکنه کارو برای یه آسیایی که در پست دفاع هستش و حالا شرایطای خاص خودمون هم داریم ما به عنوان یه حالا بازیکن آسیایی و ایرانی. به خاطر همین تصمیم گرفتم برم نزدیک خانواده‌ام، حتی نمیتونستم ویزا بگیرم واسه خانواده‌ام. خب این شرایطا کارو سخت کرد، من خانواده‌ام نتونستم بیارم بلژیک، یه دلتنگی بیشتر شد و یه جورایی تیمم یه جورایی منو راضی نمی‌کرد. به خاطر همین برگشتم العربی و تایمی که به العربی برگشتم بعد دو سالی که من اونجا بودم حقیقتاً احساس کردم که تایمیه که باید یه ذره خودم رو تکون بدم و یه چلنج جدید واسه خودم درست کنم و یه جورایی برم جایی که یه سری چیزها رو بیشتر یاد بگیرم، در صورتی که قطر و تیم الصد و تیم العربی برای من خیلی سنگ تموم گذاشتم و منم تا جایی که میتونستم واسه شون حالا در حد توان واسه شون کار کردم و مثل خانوادم دوستشون دارم، هم قطری ها رو، آدم های درست، آدم های خوب. و اومدنم به چینم میگم هم دوست داشتم چالش جدید برای خودم درست کنم، هم چیزهای بیشتر یاد بگیرم و میگم چون احساس کردم که اگر اونجا بمونم خوابم میبره، چون احساس کردم چیزی یاد نمیگیرم، به خاطر همین سعی کردم دوباره یه جابجایی بزرگ داشته باشم و از این تجربه‌ای که تو این چند سال اخیر به دست آوردم رو بیام تو چین استفاده کنم، که احساس میکنم یعنی تصمیم خیلی درستی گرفتم. درسته، خیلی هم عالی. الان نکته جالبی که دیدم، هم مربی که الان اینجا داری هلندیه، هم مربی که یعنی جوردی کرایوف هست، هم آریهان هم دفعه پیش که رفتی چین هلندی بود، گویا سبک بازی تو میپسندن. حالا تجربه چجوری بوده با کار کردن با این مربی هلندی؟ حقیقتا آقای دنادونی که ایتالیایی بود منو واسه تیم شنزن میخواستن، که درسته. دیگه تا اومدن ما آقای دنادونی از تیم به قولی حالا یه جورایی از سمت خودش کنارگیری کرد و رفت و دیگه ما اومدیم، دیگه تایمی بود که ما دیگه امضا کرده بودیم بعد واسه تیم بازی میکردیم و تیم هم در شرایط این بود که بعد واسه یه نیفتادن میجنگیدیم، که ما رو هم به خاطر این گرفته بودن که بخوایم مثلا حالا کمک کنیم به تیم از این حرف، که دیگه الحمدلله همه بچه ها حالا با کمک مربی و همه بازیکن ها و خودمون همه با هم کمک کردیم، تیم تو لیگ موند. که دیگه آقای جوردی کرایوف هم که حالا هلندی هم هست ولی خب تو اسپانیا بزرگ شده و اینا، خیلی مربی خیلی خوبیه و مربی با دانشیه به نظر من و خیلی چیز ازش من یاد گرفتم. حالا از آقای آریان هم ما خیلی چیز یاد گرفتیم، ولی اون تایم من زبون انگلیسیم اصلا خوب نبود، حتی سلام علیکم بلد نبودم، ولی خب الان خب زبون انگلیسیمو در حد این که بخوام مثلا حالا صحبت بکنم و کارامو انجام بدم و در حد بیسیک هم زبون اسپانیاییمون هم داریم کار میکنیم، خیلی چیزها رو داریم یاد میگیریم ازشون و به تجربیات خودمون اضافه میکنیم. و احساس میکنم یکی از دلیلهایی که من اومدم چین، حالا جدای از اون چالش ها، مربی ها و بازیکنایی هستش که توی چین شما به خاطر شرایط مالی که چین داره خرج میکنه واسه فوتبالش، شما میتونی ببینی و جلوشون قرار بگیری و چیزهای جدید یاد بگیری و این میتونه در ادامه راه حتی در کار مربیگریت هم بهت کمک بکنه. یکی از دلایلی بود که من تصمیم گرفتم بیام چین. درسته. حالا این آقای کرایوف هم که الان باشون کار میکنی، اخیراً این انتخابات بارسلونا هم که برگزار میشد خیلی حرفش بود که میخواد بره اسپانیا، ازش خواستن، حرفی زده راجع به این مورد با شما؟
به جدا بشه. حقیقتاً چیزی نگفته که بخواد، ولی خب یه مسیجی توی گروه حالا شنزنی که داریم فرستاد. فعلا من هیچ تصمیم نگرفتم، فعلا من یعنی اگر چیزی میخواد صورت بگیره از طرف باشگاه شنزن باید صورت بگیره و من تمام تمرکزم روی باشگاه شنزنه. درسته. حالا یه چیز جالب این که فکر میکردم تو خودت طرفدار رئالی، بعد همینجا با یه بارسلونایی مربی شده، هم تو اسد هم بودی با ژاوی. من همیشه با این بارسلونایی ها مشکل داشتم و دارم و همیشه هم خواهم داشت. من با آقای ژاوی که ما کلن یه کلکلی داشتیم، البته تو تیم الاسد نصف بارسایی بودم، به خاطر ژاوی بارسایی کرده بودم خودشونو، ولی خب بیشتر بازیکنامون، بیشتر استفمون هم چیز بود، بیشتر مربیامون هم رئالی بودن، اصلا یه داستانی داشتیم. اینجا اومدم آقای جوردی کرایوف بارسلوناییه، ولی خب من کلکلمو دارم با بارسلونایی دیگه، یعنی راحت نمیذارمشون دیگه. با خود اصل کاری کلکل داشتی، با خود ژاوی رابطتون هم صمیمی بود؟ رابطمون که خیلی صمیمی بود، ولی خب میگم شما به هر حال با بازیکنایی که هم تیمی هستی خب رابطه نزدیکی داری، به خاطر اینکه خب به هر حال با هم بازی میکنید، در کنار همدیگه هستید، باید صمیمی بشید. ولی خب از رفتنم از الاسد خب به هر حال یه جورایی با تمام بازیکن ها صحبت و چیز داریم، ولی نه مثل قبل. با آقای ژاوی هم همین جوریه، هر وقت مسیجی بدیم، الحمدلله آدمیه که یعنی واقعا یه شخصیت بزرگی داره، دل بزرگی داره و فوتبالی که اصلا نمیتونیم در موردش صحبت کنیم، ولی خب آدمیه که هر وقت بهش مسیج بدی انگار مثل برادر جواب میده، اگه کاری از دستش بر بیاد انجام میده. ولی روی این قضیه رئال مادرید من همیشه باهاش به قولی حالا در حد دوستان جوک و این چیزا ما یه ذره شوخی میکردیم و اذیت میکردیم هم دیگر. خیلی هم عالی. خب حالا راجع به همه مسائل صحبت کردیم، جدا از این الان فکر کنم قرارداد دو سه ساله بست، سه ساله بستی درسته؟ من دو سال و نیمه دیگه با شنزن دارم. بعد توی چند ماه پیش که بین تعطیلات این فصل لیگ ایران بود، اول از همه شایعه این اومد که تو با تراکتور سازی تقریبا تموم کردی، چه صحت داشت اصلا همچین چیزی، مذاکره ای شرایطی که بود؟ من حقیقتا تو این چند سالی که ما بیرون از ایران بازی میکنیم، حالا همه تیم‌ها به ما لطف دارن، ولی خب تا اونجایی که من خودم میشناسم دوست دارم پیشرفت کنم و چیزای جدید یاد بگیرم، با تمام احترام به همه تیم‌های ایرانی، ولی خب بوده، پیشنهاداتی بوده از حالا چند تا تیم ماشاءالله پرطرفدار و خوب کشورمون، ولی از اونجایی که دوست دارم فعلا بیرون از ایران بازی کنم، سعی میکنم که با احترام به همشون بگم فعلا دوست دارم کارامو بیرون از ایران ادامه بدم. خیلی نکته مهمی بود، چون من خیلی میخوندم که اصلا آقای گل محمدی پیشنهادی داده که مثلا ته فصل حتما شما رو میخواد، ولی با توجه به این چیزی که داری میگی فعلا برنامه‌ای که داری حقیقتاً فعلا برنامه‌ای که دارم اینه که یه دو سه سال دیگه بتونم حالا یه نیم نگاهی هم به اروپا دارم، ولی خب بیشتر سعی میکنم از تجربیاتی که اینور میتونم استفاده بکنم تا اینکه ببینیم شرایط چی میشه در آینده. فعلا در مورد پیشنهادایی که حالا از تیمای خیلی خوبی کشورمون به من شده زیاد صحبت نمیکنم، چون دوست ندارم خدای نکرده کسی بد برداشت بکنه یا حالا. نه متوجهم. یه سوال آخر فقط راجع به همین تغییر کشور ازت بپرسم. ببین مثلا اینکه یک فوتبالیستی به خصوص ایرانی میخواد بره یک کشور جدید، شما الان سه تا کشور رو تجربه کردی، کلن این شرایط این که تو اون محیط جدید آداپته بشی چقدر سخت بوده توی هر کشور، چقدر طول کشیده؟ آیا باشگاه به شما کمکی در این زمینه میکنه؟ آیا مثلا زبان به شما کمک میکنه یاد بگیرین؟ نمیدونم مثلا روز اول که میرین آیا خونتون آماده است؟ میدونی چه جوری بری سر تمرین؟ چون حس میکنم اینا خیلی رو ذهنیت بازیکنون اولش تأثیر داره. اولین چیزی که من میتونم بگم واسه بازیکن‌های ایرانی زبونه. شما نتونی ارتباط برقرار بکنی با دوستا، حالا همتیمی یا مربیا، خودت اذیت میشی، مگر اینکه واقعا ذهن قوی داشته باشی، مگر اینکه رو خودت کار کنی. مثلا روزی که من اومدم چین، واقعا من سلام میکردم دیگه نمیدونستم چی رو باید بگم، چطوری، یعنی با همین سلام اومدم و حتی یه سلام یه خداحافظ،
یعنی دیگه چی بلد نبودم. به خاطر همین من موهای پشت سرم ریخته بود از استرس و فشار. مثلا دوست و رفیقای همتیمی مثلا داشتن در مورد حالا خودشون صحبت میکردن، حالا یه روز خوب بازی میکردی فکر میکردی مثلا یارو داره مثلا در مورد شما صحبت میکنه، بد بازی میکردی فکر میکردی همه دارن در موردت حرف میزنن. چرا؟ چون حرفاشون رو نمیفهمیدی. به خاطر همین سخت کنترل کردن. اولین نکته زبونه، دومین نکته اینه که چقدر قوی باشی از نظر ذهنی که بخوای مثلا یا از نظر معاشرتی قوی باشی با همه ارتباط خوب برقرار کنی که همه بخوان تو رو قبول کنن، حالا با اون کیفیت که داری. و دیگه مسئله سوم اینه که به قولی این معاشرت بیرون میاد تو زمین. اگر بیرون با کسی خوب برخورد نکنی، با همتیمیات خوب برخورد نکنی، تو زمین کسی بهت کمک نمیکنه یا کسی جورتو نمیکشه، کسی پشت تکل نمیزنه. به خاطر همین این ارتباط بیرون حالا با همون زبونی هم با هم وصله، باعث میشه تو زمین شما یه جورایی همه واسط بجنگن، همه بگن ماشاءالله خوبه، تشویقت کنن حتی اگه اشتباه کردی. اینا همه دست به دست هم میده که به قولی بشی مثلا حالا در حد مثلا سردار آزمون، علی جهانبخش، مهدی طارمی، کاوه رضایی، بچه‌هایی که به هر حال تو اروپا دارن خوب کار میکنن، اخلاقاشون رو نگاه کنی همشون میتونن هر جایی که برن، حالا ما خودمون رو نمیگیم، حالا شاید پیشرفتمون اینجوری مثل بچه‌ها نبوده، ولی تا جایی که من خودم رو میشناسم اینه که این چیزا باعث میشه یه بازیکن بتونه مثلا تداوم داشته باشه در لژیونر بودنش و حالا پیشرفت شخصی و فوتبالیش. و جدای از این قضیه باشگاه در حدی بهت کمک میکنه، باشگاه در حدی بهت کمک میکنه، میگه آقا قرارداد بستی دیگه، من که ببخشید پدر مادرت که نیستم، شما باید پول میگیری باید بری خودت واسه خودت مدیر برنامه داری، نه داداش داری، میری واسه خودت خونه میگیری، غذا درست میکنی، میگه ما در حدی پول شما رو بدیم و به وقتش در خدمتیم، بقیه چیزا به خودتون رب داره. اینا به نظر من اینا همه به هم وصله دیگه، پکیجه دیگه. شما اگه پکیج رو نداشته باشی دیگه مکسیموم یه سال و نیم بیرون از ایران بازی بکنی دیگه، زیاد دیگه، بعد دیگه اگه نتونی خودت اذیت میشی، دوباره برمیگردی به جایی که اول بودی. آره اینا به نظر من چیزاییه که میتونم بگم بهتون. درسته، خیلی مهمه واقعا این ذهنیت، کاملا موافقم با این شرط. ولی اینکه میگی حالا پیشرفتت به نسبت بقیه نبوده، آخه پستی هم که شما بازی میکنی مثلا، خب تو خود بازیکنای ایرانی نگاه کنیم، مگه چقدر پست دفاع وسط تونسته سالها تو اروپا بازی کنه؟ من چیزی که یادم میاد فقط آقای رحمان رضایی بوده که تو ایتالیا طولانی مدت بودن، ولی خب فکر میکنم کلا پست شما سخت باشه توی اروپا هم طولانی بازی کردن. چیزی که دقیقاً چیزی که حالا شما دارین میگین، حقیقتا من خب پست من فوروارد بودم توی 14 سالگی، بعد 16 اومدم هافک، 15 اومدم هافک نفوذی، بعد تیم ملی جوانان، تیم ملی نوجوانان اومدم هافک دفاعی، یه 5 6 سال بازی کردم تا نفت تهران، زمان آقای کیروش اومدم دفاع وسط. من ذهنیتم روی خودم این بود که مرتضی پورعلی گنجی باید بهترین بازیکن جهان بشه. یعنی من ذهنم آسمون بوده که رسیدم اینجا، شاید الان طبقه مثلا صدم باشم ولی ذهنم آسمون بوده. این ذهنیت که میگم، اگر پیشرفت میگم، من شاید از خودم انتظار خیلی زیاد داشتم، به خاطر این میگم حالا بچه‌ای که تو اروپا دارن الله ماشاءالله میدرخشن، من خودم هم دوست داشتم به قولی مثلا برم در حد اروپا بدرخشم، چون احساس میکنم و احساس میکردم که کیفیتشو دارم. و باز هم با این همه تواصل خدا رو شکر میکنم که تنم سالمه و دارم حالا این رکابه رو میزنم و رو به جلو حرکت میکنم. اصلا به از اینکه حالا اروپا نرفتم، حالا تایم زیادی در اروپا بازی نکردم، ناراحت نیستم، چون میدونم دارم چی کار میکنم و میدونم با خودم چند چندم. آره قطعا لیاقتشو دارید. من همیشه هر وقت هر ترکیبی که از تیم ملی میبینیم که مثلا پیشبینی ترکیب هست یا نیست، شما یکی از اون 11 تایی که همه حتما شما رو تو ترکیب میذارن، یعنی همه حتما مطمئنن به شما که شما خوبی هست تیم واس.
حالا این نکته که گفتی راجع به هافبک دفاعی و دفاع خیلی فکر کنم موضوع خوبیه که بحث اون یکم ببریم سمت مسائل فنی. خب تقریبا هم فکر کنم زمانی که تو نفت بودی تو جفت پست بازی می‌کردی دیگه، هم هافبک دفاعی هم دفاع وسط، ولی از زمان یعنی ولی توی تیم ملی آقای کیروش بود که شما رو کامل برد توی مرکز خط دفاع. یکی این که خیلی دوست دارم بدونم کلاً چالش این تغییر پست چیه و کلن شیوه این تغییر توی تمرین ها چطوری اتفاق میفته، به خصوص که توی تیم ملی شما همیشه با اون مربی تو طول سال نیستی. چالش هایی که توی این موضوع داشتی چیه؟ آیا مثلا یک هو از بازی اول به شما گفتن توی دفاع وسط بازی کن یا این به مرور پیش اومد؟ ببین پست هافک دفاعی، کسایی که توی هافک دفاعی بازی میکنن یکی از خصوصیاتش اینه که هم میجنگن هم خوب سر میزنن. من این دو تا خصوصیات رو حالا داشتم و پاسای بلندمون هم خدا رو شکر بد نبود. به خاطر همین ما توی 21 سالگی آقای کیروش ما رو آورد تو پست دفاع. ببین تغییر در هر شرایطی، چه در زندگی، چه در زندگی فوتبالی، چه در زندگی کاری، هم ترس داره هم ریسک داره. من حقیقتا هم میترسیدم هم واقعا ریسک بود دیگه. شما میتونستی به فوتبالت، حالا خدا رو شکر ما به فوتبالمون یه جورایی حالا چیزی بهتون بگم، فوتبالمون اصلا نور گرفت، روشن شد، گل کرد، بعضیا فوتبالشون نابود میشه. خدا رو شکر من از اون دسته بازیکنایی بودم که فوتبالم گل کرد بعد تغییر پستم. توی تیم ملی آقای کیروش ما رو دفاع وسط میذاشت. یه 4-5 جلسه اول اردوی تیم ملی تو پرتغال من واقعا توی تمرین ببخشید یعنی اصلا بدترین تمرین های روز زندگیمو انجام میدادم. 4-5 جلسه اول اردوی تیم ملی در پست دفاع وسط، چون آقای کیروش میگفت من هافک دفاعی دارم، من میخوام دفاع وسط استفاده کنم، ولی من تو اون پست بازی نکرده بودم. اینا تایمیه که قبل جام ملت‌های 2015 بودش که دیگه بعد تمرین پنجم ششم دیگه تیزاری که میگفتن رو جذب میکردم، میگرفتم توی دفترم مینوشتم، میگفتم همچین کاری بکن، همه رو دارم. حالا به وقتش به تایمش ما همه رو رو میکنیم. چه چیزایی نوشتم توی دفترم، چون من از بچگی سعی میکنم حالا توی دفترم از نظر ذهنی به خودم کمک کنم که خودمو بکشونم بالا. اینا همه رو میگرفتم مینوشتم و تمرین جلسه ششم به بعد من شده بودم یکی از بازیکنهای مورد اعتماد آقای کیروش، که دیگه حالا به هر حال شرایط و قسمت و همه چی تقدیر دست به دست هم داد که آقای پژمان منتظری مصدوم میشه، ما میریم توی پست دفاع وسط بازی میکنیم، اون اتفاقا پیش میاد. ولی خب در کل هم ترس داشت هم ریسک داشت، هم این که باشگاه آقای منصوریان به من دفاع وسط بازی نمیداد، چون آقای منصوریان خیلی اعتقاد داشت که من هافک دفاعی بازی کنم، که دیگه بعد یه سری داستانا ما بعد پیشنهادی که تیانجین به من داد آقای آریهان، من گفتم به خاطر اینکه بخوام دفاع وسط بازی کنم باید از نفت تهران برم، که دیگه رفتیم و الحمدلله الان هم اینجاییم. بعد توی اون پیشنهادی که از ترابزونسپور داشتی واقعا به همین دلیل پست رد کردی؟ ببین من سه تا پیشنهاد داشتم، من از خنت بلژیک و کان فرانسه و ترابزون پیشنهاد 100 درصد ال 100 هم این دو ساله پیشنهاد داده بود، ولی خب من دوست داشتم برم اروپا. ترابزون یه ماه و نیم قبل وحید امیری به من پیشنهاد داده بود، قبل اینکه وحید امیری رو بگیره، قبل اینکه مجید حسینی رو بگیره، و من یه ماه و نیم اینا رو به قولی سر کار گذاشتم، میخواستم برم برایتون که اصلا بحث حالا برایتون این داستانه که اصلا جداست. ما رفتیم دیگه سه تا بازیکن تو پست من گرفتن، مجید رو گرفت، یه بازیکن دیگر رو گرفتن، یه لوکال دیگه هم گرفته بودن، که دیگه ما رفتیم اونجا گفتن مرتضی ما 200-300 تا بیشتر از اونم بد میدیم تو پست دفاع وسط و هافک دفاعی واسم بازیکن 50 مثلا 50% بازی ها رو اگر نیاز داشتیم هافک دفاعی بازیکن، چون شنیدیم هافک دفاعی بازی میکنیم، 50% بازی ها رو هم دفاع وسط بازیکن. به خاطر همین دیگه ما حقیقتش نسخه رو پیچیدیم و دیگه رفتیم بلژیک. درسته. حالا حرف مجید حسینی هم پیش اومد، یه سوال راجع به جام جهانی بپرسم راجع به همین پستتون. خب شما از بازی اول چیزی که پیش اومد این بود که زوج خط دفاعیت روز به چشمی بود که حالا مصدوم شد
بعد اصلا قرار بود وسط بازی پژمان منتظری بیاد که خب تصمیم آقای کیروش عوض شد، مجید حسینی اومد، بعد زوجت هم تا آخر بازی ها مجید حسینی بود. میخوام ببینم چقدر این هماهنگی بین دوتای دفاع وسط بین شماها از قبل وجود داشت، چون اینجور که معلومه در واقع مجید حسینی یه جورایی زوج سوم بوده. چقدر توی تمرین شما قبل از اون بازی با هم توی تمرین با هم وای میستادید؟ ببینید در پست دفاع وسط بازیکن‌ها خیلی باید با هم هم رفیق باشن، هم یعنی با هم دیگه مچ باشن. مجید حسینی خب بازی می‌کردیم، ولی خب بیشتر تایما آی کیروش از روزبه استفاده می‌کرد. حالا با هم دیگه بازی می‌کردیم، یعنی کنار من روزبه بازی می‌کرد. ولی خب اون داستان که پیش اومد، روزبه مصدوم شد، مجید حسینی. خب ببین، شما تیم ملی کشورمون که آقای کیروش بودن، تو هر پستی دو سه تا بازیکن داشتیم و حالا تاکتیک آقای کیروش هم مشخص بود که مثلا حالا هر کسی تو پست دفاع وسط بازی میکنه، همچین کاری این مثلا این پاسه رو نباید بده یا جایگیری درست داشته باشه یا مثلا یه سری کارهایی که حالا خود شخص آقای کیروش قبول داشتن رو باید انجام بده. یه دیگه من فکر میکنم هر کسی مثلا مجید حسینی یا اصلا مرتضی پورعلی گنجی هم تو اون پست قرار نمیگرفت، یکی دیگه قرار میگرفت، میدونست وظیفش چیه. شما الان نگاه کن، پدر خانواده به بچه وظیفه میده، بچه میدونه وظیفش چیه. مربی هم توی تیم وظیفه میده به بازیکن، بازیکنه میدونه وظیفش چیه. به خاطر همین من احساس میکنم هر کسی تو اون پست قرار میگرفت وظیفش رو خوب انجام میداد. و شما هم اگه نگاه کنی توی جام جهانی، هر کسی تو هر پستی بازی کرد ستاره بود. یعنی ما یه ستاره نداشتیم، ما توی جام جهانی 11 تا ستاره داشتیم. هر کسی هم میومد تو زمین وظیفه‌ش رو میدونست چیه و خیلی هم خوب میدرخشید. مجید حسینی هم از اونجا به هر حال هم خدا به مجید نگاه کرد، هم 2015 به من نگاه کرد و اینا شرایط ها کنار هم میاد و میچینه واسه آدم ها. و مجید حسینی هم الان ماشاءالله داره حالا تو تیم ترابزون بازی میکنه، انشالله که موفق و سلامت بشه. بعد توی خط دفاع و مثلا دروازه‌بان هم پشتش حساب کنیم، به نظر خودت رهبری این خط دفاعی معمولا با یکی از دفاع وسط ها یا دروازه‌بان کسیه که باید اینو کنترل کنه؟ چون تو جام جهانی مثلا اول هر هم بازی با پرتغال هم بازی با مراکش چند دفعه مثلا پیش اومد که انگار مثلا ارتباط خوب برقرار نمیشد. ولی حالا کلا منظورمه، به نظر خودتون دروازه‌بانه که باید این دفاع رو هدایت کنه یا کلا یه حسی بین هم است که باعث میشه اون دفاع شکل بگیره؟ اصولا کاپیتان تیم تو زمین باید صحبت بکنه، ولی از نظر من دروازه‌بان و دوتا دفاع وسط ها چون کل بازی رو میبینن، بهترین نفراتی هن که میتونن صحبت بکنن و اطلاع برسونن به بازیکنهای جلوشون که مثلا به چرخ، شوت بزن، پاس بده، مثلا به قولی پشتت مثلا یارتو بردار، من تو من باش. این چیزا رو من فکر میکنم دروازه‌بان و دفاع بهترین شخصایی هن که تو زمین، بهترین پستایی هن که میتونن صحبت بکنن. ولی اصولا کسایی که کاپیتانن، هم اعتماد به نفس کاپیتان، هم یه جورایی صحبت کردن کاپیتان، همیشه سرلوحه همه بازیکن‌ها هست دیگه، گوش میدن بازیکن‌ها. درسته. توی همین بحث اینکه توی تمرین هم همه وظایف رو میدونستن، چیزی که خب توی تیم ملی بود تو جام جهانی، مثلا توی بازی بدون توپ، مثلا تو بازی با اسپانیا ما اکثر بازی توپ در اختیار اسپانیا بود، ولی شما وقتی بازی بدون توپ انجام میدادید کاملا به نظر میرسید که آماده این ذهنیت اینو دارید که بدون توپ اون شکلتون رو حفظ کنید. یه مقدار راجع به این تمرینایی که داشتیم میتونی مثالی برام بزنی؟ شاید جالب باشه بدونم چه جوری روی این کار میکردین، یا نوع تمرینای آقای کیروش تو این مورد چه جوری بوده. ببین، در مورد این صحبت میکنید که کار بدون توپ بچه‌ها میدونستان چی کار باید بکنن، درسته؟ آره. تو فاز دفاعی خب خیلی توپو در اختیار اسپانیا بیشتر میذاشتیم و تو فاز دفاعی کاملا همه موقعیتشون رو میدونستن. چیزی که هست اول از همه آقای کیروش یه 7-8 سالی بود تو ایران بود، تمام بازیکن‌ها رو میدونست که شیوه بازیشون چجوریه و میگم به همه بازیکن‌ها وظیفه میداد و توی تمرین‌ها، یعنی حتی توی تمرین‌های مثلا تمرین‌های روز قبل بازی یا حالا دو روز قبل بازی، اگر کسی اشتباه میکرد شاید ترکیب میومد بیرون. یعنی اگه یه ذره سهل انگاری میکرد ترکیب میومد بیرون. به خاطر همین شما اگه نگاه کنین نظم تیم ملی ما تو جام جهانی، فکر میکنم حالا
جزو یکی از تیمای ملی جام جهانی، حالا تیم ملی ایرانی که تو جام جهانی بازی کردیم تیم ملی خوبی بود. من فکر می‌کنم این نظم و انضباطمون بود که به هر حال بعد قطع مثلا تو ضد حمله‌های خیلی خوبی می‌زدیم، چون خیلی ها من شنیدم حالا از خیلی طرفدارایی که دوست دارن هجومی بازی کنه تیم ملیمون، توی جام جهانی که بهترین تیم‌ها هستن ما نمیتونیم جلوی اسپانیا مثلا خیلی یعنی خیلی راحت بریم حمله کنیم، هر کاری که دلمون بخواد بکنیم، از همه طرف سانت کنیم. ما باید خوب دفاع کنیم که بتونیم ضد حمله کنیم، اون که راحت میتونستیم بریم مرحله بعدی. شما نگاه کنیم، این بود که من فکر میکنم بچه ها هم آقای کیروش شناخته بودن، هم آقای کیروش بچه ها شناخته بود و میدونستیم که نباید بی‌محابا حمله کنیم یا بی‌محابا پوزیشنمون رو ول کنیم. به خاطر همین همه یه تیم بودیم، یعنی کس خاصی مثلا مرتضی یا مجید یا رامین یا بچه دیگه ستاره نبودن، همه کامپکت بازی میکردیم، خیلی جمع جور بازی میکردیم که بخوایم یه حمله درست شکل بدیم. من فکر میکنم این بهترین و مهمترین مسئله بود که من میتونم در مورد تیم ملی بگم. درسته. و بعد اون بعد بازی اسپانیا، خب یه بازی بود که شاید مثلا باختش یه مقداری سنگین بود، چون ما میتونست گل مساوی هم زده بودیم و شاید استحقاق حداقل یه امتیاز رو داشتیم. تو اون حد فاصل بازی اسپانیا پرتغال چقدر روی مسائل تاکتیکی تمرکز بود و چقدر روی مسائل روحی توی تمرین آقای کیروش؟ یعنی منظور چقدر بیشتر روی این دوتا تمرکز داشتن؟ ببین ما بازی اسپانیا رو میگم با بد شانسی باختیم و اسپانیا حالا درسته که با تمام احترام خیلی تیم فوق‌العاده‌ای بود، ولی فکر میکنم تو اون بازی ما بعد گلی که دریافت کردیم دیگه گفتیم چیزی برای از دست دادن نداریم، حمله زیاد کردیم. اونا هم میخواستن گل دوم بزنن، یه ذره اومده بودن جلو و ما توی ضد حمله خوب کار میکردیم. ولی بعد بازی من احساس میکنم دیگه اونجا چون خوب بازی کرده بودیم، حالا مسائل تاکتیکی، حالا اشتباهاتمون رو رفع میکردیم، ولی بیشتر رو مسئله ذهنی بودش. چون ما اگه بازی پرتغال رو میبردیم راحت میرفتیم بالا و آقای کیروش روی اعتماد به نفس و اون ذهنیت بازیکن‌ها کار کرد، بخاطر اینکه حالا خودش هم از پرتغال بود، خودش یه جوری به ما این حس جنگندگی رو داده بود که واقعا شرفاً و انصافاً برای تیم ملی ایران بجنگید. یعنی از اینکه به عنوان اینکه به یه پرتغالی باشه بخواد در مورد حالا کشورش بگه آقا مثلا خوب بازی نکنید یا اصلا حمله نکنید یا اصلا شل بگیرید فلان، اصلا همچین چیزی نبود. یعنی یه جوری بچه ها رو به قولی جری کرده بود و یه جورایی این حس جنگندگی رو توی بچه ها آورده بود که بچه ها اصلا رونالدو که من اصلا به قولی خیلی دوستش دارم، اصلا رونالدو رو با یه بازیکن مثلا لیگ هند اصلا ما فرقی درنوش نمیدیم، میگفتیم بریم حتما ببریم، هر کسی جلومون بود اصلا لهش کنیم ببریم. ولی خب شرایط و شانس یارمون نبود. منظور اینه که بیشتر روحی روانی بودش مسئله که صحبت میشه. درسته. و خب بعد از جام جهانی هم خب توی جام ملت‌ها که متاسفانه حیف شد که نرفتیم فینال، حالا چون شما توی قطر هم بازی کردی و خب خیلی با شرایطشون و فضاشون آشنایی داری، ما حالا اگر که میرفتیم فینال فکر میکنی که باید با قطر بازی میکردیم دیگه، فکر میکنی چقدر مثلا اون تیم قطری که توی فینال بود با تیم ما اون زمان اختلاف داشت و الان که میخوام وارد جام جهانی بشن ما چقدر از لحاظ آماده سازی با هم فاصله داریم؟ ببینید شما هر چقدر پول بدی آش میخوری، این چیزی که مزر و مسئلیه که کل دنیا دارن صحبتشو میکنن. خیلی راحت گفتم. ببین قطر شما الان نگاه کنی بازیکن جوونش 60 بازی ملی داره، بازیکن 20 سالش مرتضی پورعلی‌گنجی از بچه یا 15 سالگی من تیم ملی، الان 7 سال تیم ملی هم، من بازیام به 45 نرسیده. یعنی ما سالانه با تمام احترام 5 تا بازی ملی 10 تا بازی ملی نداریم به خاطر حالا سری شرایط ها، ولی قطر داره خرج میکنه. بعد ما توی جام ملت‌ها، حالا این صحبت ها رو الان نمیدونم درسته یا نه، توی جام ملت‌ها واقعا توی تیم ملی، یعنی توی تیم ملی آرامش بود، ولی بیرون تیم ملی حالا یه سری از طرفدارا با تمام احترام یعنی فشار می آوردن روی ذهنیت بچه‌ها و فشار می آوردن روی تیم ملی. بخاطر همین
من احساس میکنم کل تیم ملی قطر یه کشور قطر پشتشون بود و ساپورت میکردن و آماده کرده بودن این تیم ملی رو. کلی بازی‌های تدارکاتی، کلی شرایط‌هایی که به هر حال واسهشون ساخته بودن، این تیم ملی اومده بود که دیدی که همه قهرمانا رو برد، یعنی از عراق بگیر، کره بگیر، عربستان و دیگه ژاپن و همه رو برد دیگه. به نظر من حالا ما میتونستیم، حالا یه حسرت بزرگی توی دل من و توی دل 4-5 تا بازیکنامون، خود تیم ملیمون که فکر می‌کنم بهترین تیم ملی کشورمون توی جام ملت‌ها بود، میتونستیم قهرمان بشیم ولی خب نشدیم. ولی خب میگم واقعا یکی از حسرت‌های بزرگی که اصلا نمیدونم، الان واقعا نمیدونم بگم، حرفی برای گفتن ندارم تو این قضیه. ولی بابت اینکه دارن چجوری آماده میشن، شما الان نگاه کنید در هر فیفا دی 4 تا بازی ملی دارن، یعنی 4 تا بازی تدارکاتی دارن با تیمای خیلی خوب و این بازی‌ها نیازی به پول داره، نیاز به این داره که شما خرج کنی، شما صحبت کنی، بری با تیم ملی ها رو دعوت کنی تو کشور خودت، هزینه کنی و این بازیکن ها میان این همه شادی میارن واسه کشورشون، چون به هر حال بازی میکنن با تیمای بزرگ، با تیمای آسیایی به هر حال ترسشون میریزه و این تیم ملی میاد حالا بازیکنای بزرگ دنیا رو میاره، مربیای بزرگ دنیا رو میاره که دوتا تجربه کسب کنه، اون بازیکن جوونه مثلا یه تجربه کسب بکنه. اینه که من احساس میکنم ما باید یه ذره به خودمون بیایم و بیشتر بازیای ملی بذاریم و یه جورایی از تجربیات آدمایی که کنارمون هستن استفاده کنیم و نتایج خوب بگیریم انشالله. الان همین بازیکنهای قطری که اشاره میکنیم، مثلا خود قطر، عربستان، عراق، خیلی جالبه همهشون توی لیگ خودشون بازی میکنن. الان شما توی قطر بودی، اصلا این بازیکنها آیا پیشنهاد ندارن از کشورهای دیگه یا کلن اصلا خیلی فرقی براشون نمیکنه یا اصلا ترجیح میدن تو کشور خودشون بمونن؟ به نظر من حالا بازیکنای هستن که پیشنهاد داشته باشن، حالا چند تایی هستن پیشنهاد حالا خوب اروپایی که نه، ولی اروپا پیشنهاد دارن، ولی انقدر اینا از نظر مالی، از نظر شرایطی، از نظر همه چی تأمین میشن، فقط دوست دارن تو کشور خودشون بمونن و افتخار برای حالا تیمای کشور خودشون کسب بکنن، افتخار بیافرینن. من نظرم بر اینه که اینا همه جوره تأمین میشن، تکون نمیخورن. من مرتضی پورعلی گنجی، 5 تا بازیکن دیگه که دارن بیرون از ایران بازی میکنن، ما عشق و علاقه به فوتبال، ما عشقمون فوتباله، ما عشقمون تیم ملیه، ما عشقمون تیمای پرطرفداره، ولی وقتی تأمین نشیم، وقتی من نتونم خرج خانوادم رو درست بدم و خدای نکرده یه مسئولیتی برای من ایجاد میشه، همه فراموشم میکنن، مطمئنن من بازیکن به فکر زندگی بعد فوتبالم هم، زندگی خانوادم هم. به خاطر همین من احساس میکنم اونا همه جوره تأمین میشن. بازیکنی مصدوم میشه 10 سالشه، یه جوری درستش میکنن، میاد 100 تا بازی ملی میکنه. حسن الهیدوس شما نگاه کنی، فکر کنم بالای، اگر دروغ نگم، اگر اشتباه نکنم، خیلی مثلا حالا مصدوم شد، بازیکن فوق‌العاده‌ای، کاپیتان فوق‌العاده‌ای، حالا چند بارم میگم مسئولیت بزرگ واسش ایجاد شد، ولی دوباره اومده داره بازی میکنه و بیشترین بازی ملیشون هم داره. منظورم اینه که روی بازیکناشون سرمایه گذاری میکنن، روی بازیکناشون، یعنی بهشون احترام میذارن، خدای نکرده مصدوم بشن درمونشون میکنن، دوباره میاد بازی میکنه. ولی تو کشور ما نمیخوام بد صحبت کنم در مورد شرایطمون، ولی خب ماشاءالله انقدر بازیکن زیاد داریم، هر کسی مصدوم بشه دیگه اگه خودش به خودش کمک نکنه کسی نیست به فکر بازیکن باشه. به خاطر همین من احساس میکنم بیشترین دلیل پیشرفت قطر اینه که، یا بیشترین دلیل بازیکنایی که بیرون نمیرن اینه که همه جوره تأمین میشن. بهتر اینجوری بگم که همه جوره تأمین میشن، هم از نظر مالی، هم از نظر اینکه خدای نکرده مصدوم شدن کسی هست دوباره مثلا بهشون برسه و بتونن به بازیشون برگردن. درسته.
ولی خب چیزی که تو ذهن من میاد اینه که مثلا خود شما یا علیرضا جهانبخش که میان مثلا یه سری چالش جدید انتخاب میکنین، خب دارین دوری از خانواده رو تحمل میکنین، هی شرایط کشور جدید رو تحمل میکنین، ولی آدم حس میکنه خب یه بلند پروازی بیشتری داره که خب حیفه که واقعا از این توی تیم ملی باید بیشتر استفاده بشه که ما جلوتر باشیم از این تیم‌ها. شاید مثلا اونای از دقیقه همین موردی که شما میگه خب میمونن توی قطر، یعنی شاید خیلی اون دورنمایی که من برم شاید تو اروپا بازی کنم و اونقدر مثل شماها ندارن. این چیزیه که از بیرون اینجوری حس میشه حداقل. اون 300 درصد اصلا جاه طلبی حالا بچهای ایرانی ما خب بیشتر از فکر میکنم همه مثل ما مثل ژاپنیا جاه طلبیم، دوست داریم هی پیشرفت کنیم. ولی خب میگم حالا بعضی از بازی ها یه جورایی نمیشه. جازی ژاپن من احساس میکنم از اون نمیشه ها بود. نه راجع به استثناءات صحبت نمیکنم، راجع به همون کلیت. آره کلی من نظرم برای اینه که ما جاه طلبیم، ما دوست داریم بیشتر پیشرفت کنیم و حالا بچهای قطر بیشتر دوست دارن توی قطر بازی کنن و همونجا فوتبالشون رو تموم کنن. بیشتر بازیکن‌های قطری من حالا تا جایی که یادمه همشون دوست داشتن و دوست دارن که توی قطر بازی کنن و همونجا توی الصد، دوحیل، ریان فوتبالشون رو مثلا همونجا تموم کنن. درست. چیزی که حالا من حالا فهمیدم، متوجه شدم. درسته. بعد یه مورد دیگه‌ای که راجع به همین لژیونر شدن هست، شما توی اون تیم نفت تهران با وحید امیری کسایی بودین که خب از نفت تهران رفتین تیم ملی و ولی بعد از 2015 گویا که مثلا اینجوری حس میشد آقای کیروش دیگه اون ترکیبش رو پیدا کرده و بیشتر شماها رو ترغیب میکرد برای اینکه خارج از لیگ ایران بازی کنید. آیا صحبت مستقیمی در این مورد با شماها میکرد یا چیزی بود که همه بازیکن‌ها جدا از اون دوست داشتن برن از خارج از ایران که برای پیشرفتشون این کارو بکنن؟ حقیقتا با من شخصا که در مورد این قضیه صحبت نکردم، ولی بقیه‌اشو نمیدونم. ولی خب به هر حال بیرون از ایران شما از جایی که بیرون از ایران میری تمام ذکر و فکر رو همه چیز میشه فوتبال و از مربیا و حالا شرایطی که هست بیشتر استفاده میکنه، تجربه کسب میکنی. خب مسلما آقای کیروش ایده و نظرش این بود که بازیکنایی که بیرون بازی میکنن میتونن بیشتر به من کمک بکنن. خاطر همین من احساس میکنم حالا بچه‌ها سعی میکردن برن بیرون از ایران بازی کنن که بتونن مثلا حالا یه شانسی در تیم ملی داشته باشن. داشته باشه. درسته. یه نکته من تو آمارت نگاه میکردم، هر تیمی هم بودی از نفت تهران به بعد، هر چقدر حتی تو یوپن هم کم بازی کردی، گلو زدی حتما. یه یک گلو زدی برای همه تیمات. ما گلو همه جا زدیم ها. آره تو نفت تهران هم نگاه کردم جام حذفی گل زده بودی. تو یوپن هم که گل زدی. الان 6 تا بازی هم که اینجا کردی گل زدی. درسته؟ یه گل زدی. ما اولین بازی گل زدیم، گفتیم مرتضی اومده چین، همه پرچمش بالا خبردار وایسین، هم دارم میام. ولی خب در کل خدا یه استعدادی به ما داده و منم واقعا تقدیر میکنم از اون بالاییه و زحمت میکشم واسه این قضیه که بتونم حالا با استعدادی که دارم استفاده بکنم حالا از ضربه سرم. اگر ساندکون خوب باشه مثل جاوی باشه من در فصل سعی میکنم برم بالا 7-8 تا، ولی خب متاسفانه مثل جاوی کمه یا حالا بچه های مثل خودم مثل علی جهانبخش، مثل رامین، مثل بچه هایی که واقعا سانت خوب میریزن روی توی باکس، اگر باشم اگه گل نزنم یه کاری میکنم مثلا پشت سریم بازی کنه، پشت سریم گل بزنه. اینه که هم توی نفت، هم توی الصد، هم توی العربی، هم توی شنزن، تو تیم ملی، حالا انشالله که خدا کمک کنه بیشتر گل بزنیم. امیدواریم. نه ولی واقعا آمارت برای دفاع وسط خیلی خوبه که توی همه تیمات این گل رو زدی. انشالله که خدا از دهنت بشنوه بیشتر شه، بزنم به تخت. امیدواریم. قربونه. سلامت باشی. توی الان توی چین گفتی از وی آر استفاده میکنین، درسته؟ بازیاتون وی آر داره. آره بازیامون وی آر داره و یادم بازی با یه خاطره خوبی هم بگم از وی آر، بعضی اوقات خلاف عمل میکنه بعضی اوقات خیلی خوب عمل میکنه، قشنگ بدم حال میکنه. ما با آقای افشین قطبینا بازی داشتیم، با تیم آقای افشین قطبینا که دقیقه 93 بازی دست بازیکن ما با دست بازیکن تیم حریف توی لاین بود، یعنی میتونست آفساید بگیره ولی خب چون دسته با دسته بازیکن تیم حریف توی لاین بود
گل ما رو حساب کردن دقیقه 93 ما گل زدیم، همین گله رفت تو بازی برگشت به ما کمک کرد، 3-2 ما بردیم و تو لیگ موندیم. یعنی اون روز باور کن من احساس کردم 200 کیلو وزنه از رو دوشم یکی برداشت گذاشته مثلا پایین، انقدر فشار رومون بود، خیلی استرس داشتیم. ولی میگم این وی آی آر خیلی به ما کمک کرد و حال درست حسابی کرد. خیلی خوبه، همیشه خدا کنه کمک کنه به ما انشالله. بعد اصلا مثلا جلسه توجیهی راجع به این موضوع دارین؟ مثلا توی رفتار، بالاخره خب مدافع مرکزی که هستی، خب درگیریات بالا توی باکس، مثلا برای پنالتی ندادن اینا چقدر حالا روی نوع بازی تاثیر داشته فکر میکنی که بیشتر حواست باشه؟ بحث وی آی آر داریم این، درسته؟ یعنی آره با توجه به وجود وی آی آر تغییر. خب آدم، شما الان مثلا تو جاده میری اگر دوربین باشه حواست خیلی جمعه، اگر مثلا توی باکس اگر دوربین، حالا مثلا حالا داوره دو تا بازی، 5 تا بازیکن رو میتونه ببینه، 10 تا بازیکن رو نمیتونه ببینه. اینه که وی آی آر مثلا یه کاری کرده تمام بازیکن‌ها دیگه حواسشون واقعا جمعه، یعنی سعی میکنن کمترین اشتباه رو بکنن، بیشترین تمرکز رو حفظ کنن، حواسشون به آفساید باشه، حواسشون به لاینه باشه. اینه که به خیلی چیزا کمک میکنه، هم واسه فوروارد هم واسه دفاع، بیشتر واسه دفاع دروازه‌بان دیگه، که کمترین اشتباه رو بکنن، که اگه خدای نکرده یه اشتباهی صورت بگیره در جا پانشمن میشن دیگه کلن. ولی این تغییر رو تو خودت حس میکنی که الان حواست بیشتر هست؟ یعنی تأثیر گذاشته مستقیما میبینی؟ درصد، 100%. ولی خب میگم وی آی آر خیلی به آدم کمک میکنه که آدم حواسش رو بیشتر جمع کنه. دیگه قبلا دیگه از گل مارادونا بگیر تا گل دیوید بکام تو جام جهانی نمیدونم چند بود، تو گل لامپارد بود فکر کنم. بله لامپارد. این چیزا باعث شد که به قولی، به نظر من بعضی اوقات حقا بعضی جا اگر وی آی آر نباشه خورده میشه دیگه. درسته، خیلی جالبه. آره یه سوال ها یکم هم اگه دوست داری راجع به شرایط الان تیم ملی صحبت کنیم، که خب متاسفانه چند روز پیش هم که معلوم شد ما اون بازی های که میتونستیم میزبان باشیم رو از دست دادیم و خب الان شرایطمون کلن هم خیلی ایدئال نیست، ولی خب کماکان امید داریم. خودت حالا چجوریه دورنمات از این تیم و کلیت شرایطی که وجود داره؟ من از این بابت از تیم ملیمون بگم، از حالا تغییر مربی بگم، که خدا رو شکر یه مربی اومده که لیگ ایران رو کامل میشناسه و بازیکن‌ها رو قشنگ میشناسه. از این بابت که بگم انشالله میریم جام جهانی، من هم به تیم ملی خودمون ایمان دارم، همه مربیمون ایمان دارم، همه بازیکنامون واقعا استعداد دارن و توانایی دارن. ما اگه تو شرط سخت باشیم خیلی خوب نتیجه میگیریم. اینه که یه اتفاقی که افتاده و با حرف من و شما تغییر نخواهد کرد. ما یه فرصتی داشتیم به قولی، حالا با چه شرایط هایی فیفا همچین کاری کرد یا حالا کنفدراسیون آسیا، این تصمیم گرفته شد که تو بحرین همه بازی ها انجام میشه. الان تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که تیم ملی خوب رو با آقای اسکوچیچ ما بتونیم کنار هم دیگه درست کنیم و آماده کنیم واسه یه بحرین که بتونیم تمام بازی رو اونجا ببریم، و من شک ندارم تمام بازی رو میبریم به امید خدا. امیدواریم، چون واقعا حیفه که این روند رفتن به جام جهانیمون هم قطع بشه دیگه با وجود همه این نسلی که الان توی تیم ملی داریم. اصلا شک نکنید به لطف خدا و توانایی همه بچه و زحمت همه کادر و بچه ها، ما شک نکنید همه بازی رو میبریم، همین که تلاش میکنیم بریم جام جهانی. ما اگه نریم جام جهانی کی بره؟ 100%. آره والا خدا، با امید خدا. آره والا. یه چند تا سوال کوتاه هم ازت بپرسم تو بخش، معمولا تو این برنامه‌های نوروزی یه چند تا از این سوال کوتاه هم میپرسن که کدوم بازیکن رو دوست دارین، ما هم بپرسیم حالا دیگه. این الان شما جلوی زلاتان بازی کردی، جلوی دیو کوستا بازی کردی، جلوی رونالدو بازی کردی، کلا سخت‌ترین مهاجمی که تا حالا جلوش بازی کردی فکر می‌کنی خودت کی بوده؟ زلاتان آدم عجیبی بود و بازیکن عجیبی بود. یعنی بازیکن اگه بهش پاس نمیداد میرفت تو چشمش نگاه میکرد، یه دوتا هم
بعد میرو بهش میگفت چرا پاس نمیدی، اصلا یه شخصیت عجیبی داره، اصلا من دیوونه شدم وقتی میدیدمش، گفتم خدا این مریضه، اصلا نمیدونه داره چی کار میکنه. نگو که اصلا کلا شخصیتش همین شخصیت. حالا جدایی از این شخصیتش، فوتبالش خدایی، فوتبال اصلا یه چیز عجیبی بود، هم پا به توپش خیلی خوب بود، هم خوب ستون میکرد، اصلا توپ نمیتونستی بگیری ازش. یه صحنه وحید امیری ما به هر کی میزنه طرف مصدوم میشه، وحید امیری ماشاءالله خیلی سفت و سخته، یه بار وحید امیری یعنی زلاتان ستون کرده بود، وحید امیری زده بود بهش، وحید امیری 3 متر پرت شده بود، یعنی انگار خورده بود یه برقی گرفته بود درش، بود عقب اصلا داشتیم میمردیم بعد بازی. آره یکی از داستانه بود که خیلی چیز بود. من فکر می‌کنم زلاتان خیلی سفت و سخت و بازیکن خوبی بود نسبت به کاستا و رونالدو و سری که سری دیگه. آره رونالدو رو که دیگه گفتی برات خیلی فرقی نداشته با بقیه، ولی مثلا که زلاتان خیلی فرق داشته رونالدو بازی. چون ببین جام جهانی با بازی دوستانه مثلا بازی با سوئد خیلی فرق کرد. ما جام جهانی هممون با تمرکز بالا کار می‌کردیم، بعد فضا به رونالدو نمی‌دادیم. به رونالدو هم فضا ندی، خب با هر بازیکنی فضا ندی کاری نمیتونه بکنه. دقیقا. حالا تو باز خودت رئالی هستی، اون حالا آرنجه رو زد، ولی کماکان دوستش داری؟ آره نزد. من اومدم همچین کاری بکنم که قرمز بگیره، ولی خب اسمش ماشاءالله اینقدر گنده بود دیگه نتونستن تکونش بدن، ولی واقعا من ازش زندگی رو یاد گرفتم، از رونالدو به ما زندگی یاد میده، این کارهایی که میکنه، این پیشرفتی که داشته، این تلاشی که میکنه، این گشنه بودنش برای پیشرفت، برای موفقیت، برای یاد گرفتن و زحمتهایی که میکشه. میگه زحمت بکش به دست بیار، یعنی شما واسه هر چیزی که در زندگی زحمت بکشی و تایم بذاری و رسپکت احترام بذاری واسه کاری که داری انجام میدی، مطمئنن کارما، خدا، اطرافیان، تیم، فوتبال، زندگی، همه چی بهت احترام میذاره. اینا رو من واقعا ازش یاد میگیرم. و حالا اون قضیه مشت زدنش که 2 تا مشت دیگه هم میزد، ما میگفتیم داداش تو بزن، ولی بیشتر ما یاد بده، ما عشق میکنیم از یادگیری. آره عالیه که حالا بوده یادگیریش باشه. حالا بین بچه های ایرانی کی، تو مهاجمه های ایرانی کی فکر میکنی یارگیریش از همه سخت داره جلوش بازی کردن؟ ببین ما هر کسی یه شرایط خاصی داره دیگه، مثلا ستا فورواردی که ما الان داریم، مثلا کاوه، سردار، مهدی، هر کدومشون یه استایل فوتبالی دارن که واقعا سختن. مثلا سردار با قد و قوارش یعنی گام بندازه نمیتونی برش داری، یعنی نمیتونی مثلا جلوش وایستی. کاوه مثلا تو اگر چیز کنی تو اون تلاش و درگیری که داره کم میاری. مهدی که اصلا بهت بگم مثلا یه جورایی فکر میکنی داره میفته ولی نمیفته، یه سری جا جایگیری میکنه که اصلا تو نمیدونی، میگه آقا مثلا یارو 4 متر عقب‌تر بود چجوری اومده پشته. ببین هر کدومشون مثلا یه سری خصوصیت ها دارن. سردار بهش فرصت بدی، 1 متر فرصت بدی، گلو زده. بچه ها یه جورایی من احساس میکنم همشون هم تلنت دارن، هم چیز دارن، هم کیفیت کاری دارن توی بخش های مختلف. به خاطر همین من واقعا نمیتونم بگم کدومشون خوبن، همشون هم مثل داداش هم و ستاشون هم باشون زندگی کردم و اینکه خیلی دوستشون دارم. به خاطر همین هر ستاشون واقعا بهترینه. حالا مطمئنم ما هم بریم یه دفعه با اونا مصاحبه میکنیم، میگیم سخت ترین کیه، حتما تو رو انتخاب میکنن. حالا ببینیم اونا چی میگن در مورد اینکه ما راحت ترین ایمایش، ما خیلی مهربون، ما اصلا کاری به کسی نداریم. بعد به کدوم مدافع وسط تو جهان بیشتر از همه دوست داری، سبکشو میپسندی؟ حالا مدافع وسط سختیشو من این بسته بریم تیمایی داره که توشون بازی میکنن دیگه. خودت کی رو دوست داری از همه بیشتر؟ من راموس رو خیلی دوست دارم، چون احساس میکنم جدای از این که دفاع در دفاع کاراشو انجام میده، حالا یه سری
چیزا مثلا تو دفاع خیلی خوب عمل میکنه، بیشتر چیزی که به چشم آورده راموسو اون لیدر بودن، اون گلزنیشه، اون حس برنده بودنشه، حس یعنی never give upشه. که اگر یادتون باشه بازی با اتلتیکو مادرید 2018 بود، 2016 بود، 14 بود. که اومد مثلا دقیقه چند بازی، دقیقه فکر کنم یه دقیقه آخر بازی گلو زد، بعد تیم رفت وقت اضافه بازی رو نمیدونم 4-2 بردن، 4-1 بردن، 4-1 بردن. آره میخوام بگم این حس خواستنش، این حس جنگندگیش، این حس یعنی بردنش همیشه یه کاری کرده که تاپ باشه به عنوان یه دفاع. و من اینو سلوه زندگی خودم قرار دادم، حالا در پست خودم، بعد اینکه حالا یه پست اومدم و عقب‌تر، این خیلی خوبه. یعنی راموس خیلی خوب بوده و نستا و لوسیوی قدیم خیلی، حالا گذشته تر من بچه بودم فوتبالشو نگاه میکردم، اون دوتا رو هم خیلی دوست داشتم. یعنی حالا مالدینی که خیلی عقب‌تر بود و دیگه آخرهای فوتبالش بود ما فوتبالشو نگاه میکردیم، ولی نستا و لوسیوی برزیلی خیلی من فوتبالشون دوست داشتم. عالی. توی این کتابی که میگی که داری مینویسی از قدیم و میگی تو دفترچت همه چیزا یادداشت میکنی، چه چیزی هست که هنوز دنبالشی تو فوتبال و میتونی با ما به اشتراک بذاری؟ که یعنی این امیدو به آینده داری که کماکان برای اون میجنگی؟ اون کتابی که حالا ما داریم، حالا انشالله به امید خدا خوب بنویسیم و خوب تموم بشه، من فکر میکنم یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌هایی میشه که از طرف یه فوتبالیست انجام میشه و اصلا شک ندارم به این قضیه. ولی تو اون کتابه من، حالا یا تو اون چیزایی که من میخواستم قرار بهش برسم، اینه که ذهنیتم این بوده که همیشه در تاریخ ثبت بشم. حالا شاید خیلی ها بخندم به این قضیه، حالا تا الانش هم الحمدلله تلاشم بر این بوده که تا جایی که میتونم از روز قبلی بیشتر پیشرفت کنم و اسم و رسم خودم و خانوادم رو روز به روز بیشتر کنم و به چیزایی که میخوام برسم. فقط دوست دارم انقدری تلاش بکنم که اگر سنم شد 50 سالم، نگم ای کاش اون حرکت رو میزدم، ای کاش اونجا جا به جا میشدم، ای کاش اونجا تکون میخوردم، ای کاش این کار رو انجام میدادم. اینه که خیلی چیزا هست، ولی خب به خاطر یه سری چیزا آدم نباید یه سری چیزا رو بگه که فردا به هر حال مورد تمسخر قرار نگیره. گرچه اصلا مهم نیست، مهم اینه که اینا بهت انگیزه میده که به شخصی که میخوای و بهش فکر میکنی برسی. ولی خب در کل امیدوارم که خدا کمک کنه تا همینجا که کنار ما بوده از این بعد هم کنارمون باشه و بتونیم به چیزایی که میخوایم برسیم. ما هم امیدواریم، ما هم واقعا آرزومون موفقیت شماست، موفقیت همه بچه تیم ملی. یعنی واقعا که از همون اولین دوره‌ای که توی تیم ملی بازی کردی، فکر کنم از همون جام ملت‌ها اولین بازیت جلوی بنفیکا بود، درسته؟ اولین بازی که حالا تیم ملی کردی. اولین بازیم جلوی بنفیکا، فکر کنم بنفیکا. تو هم اردوی تیم ملی اردوی تو پرتغال بود. یعنی حالا اون رو بازی کردی و بعد جام ملت‌ها، یعنی از همون اولش همه دیدن که ما یه مدافع وسطی داریم که سالها میتونیم بهش تکیه کنیم و واقعا ما هم امیدواریم که همینجور موفق بمونی و همین مسیر تو ادامه بدی. اگه واقعا امیدواریم تو سال جدیدم اتفاقای خیلی خوب هم برای شما بیفته هم برای همه. اگه حرف پایانی داری در خدمت هستم، چیزی که دوست داری اضافه کنی. من فقط میتونم بگم حالا بابت این قضیه که گفتی بعد بنفیکا حالا ما فکر کردیم همین چیزی، من یه روزی با علی بیرامند و وحید امیری توی اتاق نشسته بودیم، تو دفترم نوشته بودم که به امید خدا میرم که 15 سال در تیم ملی باشم و بتونم حالا افتخار کاپیتانی تیم ملی داشته باشم، افتخار اینو داشته باشم 15 سال تو تیم ملی بازی کنم. و بچه ها حالا اگر باشون الله انشالله در یه تایمی صحبت شد، اگر هر کسی هست سوال کنه ازشون، خودشون میدونن داستان چی. میخندیدن بچه ها به
ولی الان از اون 15 ساله 7 سال 8 سال گذشته. الان ما از 2015 اومدیم الان 2021یم دیگه. دیگه داریم میریم مثلا 2022. به هر حال 6 7 سال گذشته و یه 7 سال دیگه من تمام تلاشمو میکنم که به خودم نه به کسی به خودم ثابت کنم که من چیزی که نوشتم سعی میکنم و تلاش میکنم به اون قضیه برسم. تلاشمو میکنم. شد الحمدلله، نشد الحمدلله. خدا رو صد هزار مرتبه شو بابت همه لطفایی که به من داشت. و پیشا پیش سال 1400 رو به همه هموطنای عزیزم چه داخل ایران چه بیرون ایران تبریک عرض میکنم. انشالله اول از همه خدا به همشون سلامتی بده، دوم اراده بده که بتونن واسه خودشون حرکت کنن، تلاش کنن، زحمت بکشن و دل شاد و جیب پر پول. آرزو سلامتی واسه همتون. دوستتون دارم. امیدواریم. مرسی، مرسی که این وقت رو در اختیار ما قرار دادی. خیلی برای ما با ارزش بود. هممون دوستت داریم و خیلی هم من لذت بردم از اینکه با هم صحبت کردیم. قربونت برم سینا جون، دستم درد نکنه بابت وقت خودت. آرزوی بهترین رو دارم واسه ان شاء الله که یه روزی بشه ما ببینیم این پادکست شما توی بهترین لول خودش قرار داره و روز به روز پیشرفت کنید، حسابی لذت ببرید از پیشرفتتون و پول درست و درمون در بیارید و کلی هم به بچه‌های بی‌بذائت و بی‌سرپرست کمک کنید. حتما حتما. امیدواریم. ممنون از لطفت، خیلی ممنون از شما که برنامه ما رو تماشا کردید. از بقیه بچه‌های تیممون هم تشکر می‌کنم که به من کمک کردن توی تهیه این قسمت. هم از آقای هاشم مقدم تشکر می‌کنم که این ارتباط ما رو با مرتضی فراهم کرد و از همه کسایی که ما رو تماشا کردن. سال نوتون مبارک. ممنون از حضورت مرتضی، به امید روزای بهتر.